به هتل سویت دانشگاه تهران خوش آمدید. بفرمایید. سلام ارادت. آقا امروز اومدیم کوی دانشگاه تهران، بزرگترین مجموعه خوابگاهی دانشجویی در خاورمیانه و قراره ببینیم که چه جوریه و چه امکاناتی داره. با من همراه باشید. خب یه توضیح کوچیکی در مورد کوی دانشگاه بگم. کوی دانشگاه تهران یه مجموعه خوابگاهی بزرگ توی امیرآباد تهرانه که مختص دانشجوهای دانشگاه تهرانه. در مورد تاریخچه اینجا بگم که اینجا زمان جنگ جهانی دوم اردوگاه سربازای آمریکایی بوده که بعد از خروج سربازای آمریکایی رئیس وقت دانشگاه تهران از دولت میخواد که این زمین رو در اختیارش قرار بده تا بتونن یه مجموعه خوابگاهی بزرگ بسازن. پشت سر ما گیت اصلی ورود خروجه که واسه پسرها 24 ساعت است، اما واسه دخترها که مجموعهشون 10 دقیقه با ما فاصله داره از فکر کنم 6 صبح تا 10 و نیم شب. تازه حضور غیاب هم میکنن تا دخیا یواشکی با جاسفرنداشون نرن شما. این حوض خوشگلو که میبینید وسط توی دانشگاه و اگه توجه کنی لابلای درخت ها میتونی برج میلاد رو ببینید. سمت راست حوض غرفه محصولات پیگاهه که انواع اقسام محصولات لبنی و اونجور چیزها رو داره که بچه ها معمولا واسه صبحونه شون میان از اینجا خرید میکنن که با 17% تخفیف واسه دانشجوها. سمت چپ حوض هم رستوران پرشیکا و پشت سرش هم سلفه که من نمیخوام توضیح کاملی در مورد اینا بگم چون که قراره یه ویدیو جداگونه در مورد غذای دانشگاه تهران بسازیم. این بعد کتابخونه دکتر مفتحه که یه فضای خیلی خوبی داره واسه درس خوندن و با رفیقات بشینید پروژهاتون رو انجام بدید و جالب اینه که 24 ساعت است. و پشت سرش هم زمین چمن مصنوعیه واسه ورزش و اینجور چیزا. این برم که نونواییه دیگه، واقعا چی میخواین شما؟ این بر ساختمون اداری پذیرشه. با اینکه کوی دختر از پسرها جداه ولی کل پذیرشه دخترها پسرها داخل کوی اینجا انجام میشه. آقا به نظرم نباید توی مجموعه پسرها باشه. مثلا من چیز جالب بگم، یه روز داشتم با زیرپیرنی و شلوار کردی میرفتم سلف غذا بگیرم، بعد دیدم توی راه دخترها دانشکدهمون دیدم، بعد هر چقدر گفتم بذار واسهتون توضیح میدم زیر بار نرفتن و همه زدن آنفالومون کردن. روزگار میچرخه. این برم آرایشگاهه که خدایی کیفیت کارش متوسطه و قیمتش هم خیلی پایینه. مثلا من پری روز ریشام رفتم مرتب و اصلاح کردم 10 تومن ازم گرفت. موی سرم 30 میزنن. البته من دلم نمیاد این موها رو بدم دست اینا و میرم پیش یکی از رفیقام سطح شهر با اینکه گرونه ولی خب خیالم راحته دیگه. سمت چپ مو هم که خوشرویی و لباسشوییه که هر سبد لباسو 2000 تومن میگیرم. و اینکه چیز جالب اینه که لباس زیر و جوراب رو تحویل نمیگیرن که بشورن، ما میایم لباس زیر و جوراب رو میذاریم داخل جیب شلوار رو بهشون میدیم همه رو با هم دیگه میشورن. اینجا هم باشگاه بدنسازیه که خدایی لوازمش کامله، فضای بزرگی هم داره، حتی اتاق هوازی و اینجور چیزا هم داره و دیوار سمت راستش شیشه ایه، بعد انقدر توی شب خوشگل میشه که نگو. اینجا هم بازارچه کویه که من ازش دمپایی خریدم، شارژر خریدم، آویز لباس دارم، خدایی همه چی داره و قیمتاش هم با سطح شهر یکیه. فقط به نظرم تنها مشکلش اینه که دخانیات نداره و به نظرم دانشگاه باید به این وضعیت رسیدگی کنه. واقعا مثلا شما فرض کنید یارو با شلوار کردی دو شب نسخ میشه، با شلوار کردی میره تا اونور تهران واسه یه پاکت سیگار. میدونی من چیو خیلی بیشتر ازم اینجا دوست دارم؟ اول بیا یه جای دنج پیدا کنیم تا بهتون بگم. خب آقا داشتم میگفتم چیزی که بیشتر از همه دوستش دارم اون آرامشی که اینجا بهت میده. با اینکه وسط تهرانه ولی بدور از اون آلودگی هوا و ترافیک و اون ازدحام جمعیتی که بهت میده، بعد کلی پارک و فضای سبز داره که حتی اگه درس خونم نباشی حال میده اینجا مطالعه کنی و بشینی و اینجا کاراتو انجام بدی. خب اومدیم به بخش اصلی خوابگاه ما. اما قبلش امیر جون دادا یه دکمه هست تازگی ها اومده قرمز رنگی بهش میگن سابسکرایب، هر موقع هم که نظر عوض شد میتونی برش داری. چه خوب. لایک و نوتیفیکیشن هم یادتون نره چون قراره ویدیوهای خیلی زیادی بذاریم. با اینکه کوی مختص دانشجوهای ارشد و دکتراه ولی یه ساختمون ساختن واسه کارشناسی های رتبه برتر. بنده احمد میرولی هستم، دانشجوی مدیریت صنعتی و رتبه 700 کشوری. مرسی مرسی. بفرمایید تو. گفتن موسازه و مرداد 1400 ساخته شده. البته آسانسور نداره، مجبوری با پله ها بریم. اینا هم که چرخ بچه ها که مردن عشقی حال میده با چرخ میده دانش کرده. اینجا راهبای خوابگاه و طبقه دوم اتاق دهم.
اتاق ماه ولی سورپرایزه. فعلا بریم آشپزخونه و این جور چیزا رو ببینیم بعد برمیگردیم. خب اینجا آشپزخونه این طبقه است. هر طبقه آشپزخونه، دستشویی و حمام جدا داره. واقعا اوکی به نظر من. چقدر نسکافه اینجا رو کیه اینا؟ مال کی اینا عجب؟ اینجا هم که دستشوییه. اینجا رو بگیر. دانشجوی گرامی لطفاً سیفون رو بکشید. آقا سیفون رو بکشید لطفاً. چون دستشوییه واقعاً باصفا. اینو هم بگیر. اینجا توالت فرنگی و بقیه مفهومی. اینجا هم که حمامه. اینجا هم باصفا. بعد این پاشوی داخل هر خوابگاه خیلی لازمه چون که گند جوراب با بچه‌ها می‌زنه قشنگ بیهوش میشه. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. به هتل سویت دانشگاه تهران خوش آمدید. آقا بفرمایید بفرمایید. کفش رو دارید؟ نگاه دمپای فیلمبردارمون یوتیوب. ظرفیت اتاق 4 نفر است. 4 تا میز مطالعه و صندلی مطالعه، 4 تا کمد از این خوشگلا جادار و 4 تا جا کفشی. و البته فرش. مرحله فرش تو بیشتر خوابگاه قفل پسر. و یه بالکن خیلی زیبا. البته شانس بعد ما ویوش رو به خرابه است. اتاق بغلی ما که نشونت میدم ویوش رو به برج میلاد پسر. یه چیز جالب بگم. خب تخت من اینه. دانشگاه گفتن که از 14 خوابگاه رو تعویض میدن. من گفتم بذار 13 به جای تفریح 13 بدر سری پاشم بیام اینجا که یه تخت پایینی گیرم بیاد. من 13 غروب اینجا بودم، اصلا موقع تحویل اتاقا نبود. دیدم همه بچه‌ها از من زرنگتر بودن، همه تختا پایینی رو گرفتن. ای بابا. خب آقا یه جمع‌بندی کنیم و منم از این دو هفته که اینجا بودم نظر واقعیمو بدم. خب ببین راستش از این خوابا نباید بیش از این توقع داشت. تازه اینم خیلی بیشتر از توقع ما بود که قرار بود بیایم. تنها بدیش اینه که به بچه‌ها اجازه ورود ماشین نمیدن. ما مجبوریم ماشینامونو بزنیم دم در کوی که خطرناک هم هست. و من حقیقتش تو این چند وقت خیلی راضی بودم. همه چی به نظرم اوکیه. خب دیگه ما هم وقتتون رو نگیریم. صحبتامون تموم کنیم و مرسی از فیلمبردار عزیزمون آقا امیر گل. بله. بچه بابول خیلی بچه خونگرم و اینا. و مرسی که تا اینجای ویدیو اومدید.